بریم به سراغ درس امروز از روح نبوت. یادتون باشه توی هفته گذشته درباره روح نبوت صحبت کردیم به عنوان عطایای صوتی در واقع روح القدس، که کلام علم رو گفتیم، کلام حکمت رو گفتیم، رسیدیم به نبوت. و وقتی کتاب مقدس نگاه میکنیم، خدا انسان رو طوری طراحی کرد که در این مشارکت و در این مصاحبتش صدای او رو راحت بشنوه، و قرار بود که بچه های او نیز صدای خدا رو بشنوند، و بچه های بچه های او نیز صدای خدا رو بشنوند. و اگر سقوط اتفاق نمی افتاد، شنیدن صدای خدا یک چیز بسیار عادی و معمولی بود در جهان. پس عملا نگاه میکنیم که خدا مایل بود که این روح نبوت، روح سخن گفتن، خدایی که در واقع میگه گوش رو آفرید پس خود نیز زبان دارد، و خدایی که زبان انسان رو آفرید او نیز گوش شنوا دارد، برای هم شنیدن و هم برای گفتن. پس خدا عملا ما را برای نبوت یا برای شنیدن صدای خدا، اینجا قاطی نکنیم، صحبت از نبی نمی کنیم، راجع به روح نبوت داریم صحبت می کنیم، روحی که در تمام ایمانداران هست، همون روحی در ما هست که در مسیح عیسی بود. این روح با همون کیفیت، با همون جلال، با همون عظمت، با همون قوت در من و شما در واقع میخواد عمل کنه، و اومده ما رو به شراکت با خودش به عنوان پارا دعوت کنه، که ما بتونیم در واقع در این گفتگو از افکار همدیگه. مسیح میگه که انسان از زیادتی دل یا زبان در واقع دل رو در واقع باز میکنه. پس اینجاست که در واقع اگر روح القدس میخواد راجع به قلبش ما من و شما صحبت کنه، پس باید زبانش رو باز کنه. همینطور که اگر ما در واقع میخوایم قلبمون رو باز کنیم، باید زبانمون رو باز کنیم. بارها تو ارتباطات معمولی دیدیم که یه شخصی در واقع میگه خب چرا به من نگفتی؟ من چه میدونم تو فکر تو چی میگذره؟ من چه میدونم تو از من ناراحتی؟ من چه میدونم تو دل تو چی میگذره؟ خب بیا بگو. اگه نظر راستم میگن، خب چون به هر حال انسان باید از راجب دلش حرف بزنه و راجب افکارش حرف بزنه. اگر حرف نزنه، در واقع قابل رؤیت نخواهد بود. پس روح القدس مایله که از قلبش، مسیح مایله که از درونش، و پدر مایل از شخصیتش حرف بزنه، و میخواد در واقع آنچه که برای من و شما مکشوف نیست در واقع بر ما مکشوف کنه. پس خود این میل به سخن گفتن خدا از خودش در واقع پایه های نبوت رو مهیا میکنه، پایه های شنیدن صدای خدا رو در واقع مهیا میکنه. و خدا میخواد که در واقع ما به عنوان شنونده صدای او، یا در واقع بهتر بگیم سموئیل او باشیم. همه ما در واقع به نوعی روح سموئیل، شنونده صدای خدا رو باید داشته باشیم. و اینجاست که در واقع روح خدا میخواد که ما به عنوان شرکای او، به عنوان کسی که در این ملکوت شریک اون هستیم، در واقع بتونیم با اون مشارکت داشته باشیم. جالبه توی اعداد باب 11 آیه 29 میان به موسی میگن که شنیدی یه عده‌ای دارن نبوت میکنن. خب موسی به عنوان نبی خدا بود، خب طبیعیه که در واقع کسی بود که از خدا خیلی واضح میشنید، جلال خدا رو تجربه کرده بود، آیات و معجزاتش دیگه جایی برای شک برای هیچ کس نذاشته بود، عملا نماینده خدا روی زمین محسوب میشد. و موسی در واقع چی میگه؟ میگه به جایی که شما ناراحت باشید که چرا فلانی ها دارن نبوت میکنن، ای کاش همه قوم نبی بودن، ای کاش تمامی قوم صدای خدا رو میشنید، دیگه من اینقدر درد نداشتم، ای کاش تمامی قوم با خدا همچنین رابطه ای داشتن که میتونستن از او بشنون و تشخیص بدن صدای او را. اما درباره نبوت میگم زیاد نمیتونم واردش بشم، چون که بعد یه درسی هست به نام فن نبوت که اون یه کلاس مخصوص خودشه، مثل الان درس روح القدس که چندین ماه شما میتونید باهاش برید، میشه فن نبوت، که جز به جز همه اینها رو در واقع میتونیم اونجا بررسی بکنیم. اما رسیدیم به چهار تا منبعی که در واقع گفتیم از چهار تا منبع میتونه یه پیغام صادر بشه: یک خدا، دو شیطان،
3 خیالات ما، 4 حدس و گمان های ما که مفصل راجبش صحبت کردیم. و بعد اومدیم سراغ اولین شخصی که گفتیم میخوایم طریق نبوت رو در واقع از این شخص الگو بگیریم و نمونه بگیریم و ببینیم که کلام خدا درباره این مرد چی میگه، چون که اسمش با دعوتش به نوعی همسوه و اونم ارمیای نبی بود که امروز میخوام راجبش صحبت کنیم. دوباره گفتیم ارمیا به معنی برگزیده، انتخاب شده و دعوت شده. پس همه ما دعوت شدیم که در این پارا صدای خدا رو بشنویم. ما باید تمرین کنیم شنیدن صدای خدا رو، و این شنیدن صدای خدا با نزدیکی و دوستی با خدا، دوستی با روح القدس، این مشارکت با روح القدس. پس دیگه الان بر نمیگردیم به درسای قبل که چطوری میتونی باش مشارکت کنی، چطوری میتونی دعوتش کنی. اون عاشق گوش شنواست و عاشق حرف زدنه، اما زمانی که ما بهش میتونیم احترام بذاریم در جز به جز زندگیمون. بریم به کتاب ارمیا و ما بقیه قسمت ها رو با هم مرور بکنیم. گفتیم یه دعوتی از ارمیا انجام میشه که او رو به عنوان یک نبی دعوت میکنه و خداوند میخواد او رو تقدیس کنه. و راجب تقدیس مقداری صحبت کردیم که به عنوان یک کاهن تقدیس خدا به چه معنیه. میخوایم بریم جلوتر و ببینیم از این مرد و از این دعوت چه پیغامی خدا برای ما در نظر داره. تا آیه 8 برای شما گفتم که من با تو هستم و تو رو رها نخواهم کرد، که مفصل راجع به صحبت کردیم که به چه معنی داره صحبت میکنه، که خداوند خداییه که حرکت میکنه، خدای محدود نیست، مثل بت‌ها نیست که در واقع در جایی ساکن باشه. اما از آیه 9 به بعد میگه آنگاه خداوند دست خود را دراز کرد، دهان مرا لمس کرد و به من گفت. اولین چیزی که در واقع خدا برای خدمت، هر خدمتی احتیاج هست مس کنه یا لمس کنه. یه جایی تو رو مس میکنه و لمس میکنه برای بشارت، یه جایی لمست میکنه یا مست میکنه برای تعلیم، یه جایی برای شبانی مست میکنه، یه جایی دستتو مس میکنه که دراز کنی شفا جاری بشه، یه جایی در واقع حتی جیب شخص رو لمس میکنه که خدا یه کاری انجام بده از طریق او، یه جایی چشم شخص رو مس میکنه و لمس میکنه که ببینه در دنیای روحانی. و به همین دلیل برای این مرد به طور خاص باید زبان و لبان او رو مس میکرد، چرا که قراره در واقع کلام خدا رو اعلام کنه. آمین. وقتی این رو بعدا ما با اشعیا مقایسه میکنیم، ببینیم که خدا زبان اشعیا رو، اینکه خدمت تو چیه، اینکه دعوت تو چیه، اینکه در واقع خدا تو رو برای چی خوانده، همون جا رو میخواد مس کنه. اگر دو تا دعوت داری، دو تا جا تو مس میکنه. اگر سه تا دعوت داری، سه قسمت از تو رو مس میکنه. یا دعوت های بیشتری داری، خداوند اون قسمت از من رو، اون قسمت از زندگی منو، حتی جسم منو، روح منو، نفس منو در واقع تو مس بکن، لمسش بکن. لمس کردن و با مس کردن یک معنی میده، چون زمانی نمیشه کسی رو در واقع به روغن مس کرد اگر لمسش نکرد. پس لمس کردن در واقع یا تچ کردن به معنی در واقع هم برگزیدگیه، هم به معنی تاییده، هم به معنی اقتدار و قوت بخشیدنه. این لمس کردن میتونه رو شونه یارو بزنه، میتونه پشتش بزنه، میتونه دستش رو بگیره، میتونه در واقع دستش رو سرش بذاره، میتونه رو پیشونی اون در واقع بذاره، میتونه روی قلب اون بذاره، میتونه در واقع به هر طریقی. این لمس و تچ کردن خیلی مهمه. یه مقدار راجع به تچ و لمس کردن صحبت کنم، چرا که در واقع تو کتاب مقدس ما بارها میبینیم تمام اقتدارهایی که جاری میشه، تمام قوتهایی که جاری میشه، تمام تاییدها، خواندگیها، برگزیدگیها، اقتدارهایی که داده میشه به پادشاهان، به انبیا، به در واقع مردان و زنان خدا، به کاهنین، همه اینها با یه لمس انجام میشه. لمس در کتاب مقدس خیلی مهمه، قدرت زیادی داره، چون که در واقع از طریق لمس دنیای روحانی به دنیای جسمانی رابطه برقرار میکنه. به شما دارم میگم به چه صورت اتفاق میفته. میخوام اینو خیلی خوب بدونید که اگر زمانی خواستید برای کسی دعا بکنید یا کسی برای شما دعا کنه، حداقل فلسفه این مسح و
و فلسفه این تچ کردن رو در واقع بتونید بفهمید. این برمیگرده به خود ذات آدمی، به خود آدم که از سه بُعد تشکیل شده: روح آدمیه، روان آدمیه و جسم آدمیه. ما میدونیم که روح آدمی احاطه داره روی روان آدمی، روی فکر و احساس ارادش، و روان آدمی احاطه داره بر روی در واقع جسم آدمی. اینکه من دستم رو بالا میکنم چرا؟ چون که فکرم داره دستور میده به دست که برو بالا، و اگر دارم به هدفم چیه، روح من داره میگه دستتو بلند کن، قراره یه کاری انجام بدی. روح من مرا به مسیرهای راستی. اما روح من از کجا میگیره؟ از طریق روح خدا میگیره. از اونجایی که روح خدا به خودی خودش در روی زمین اقتداری نداره مگر اینکه از طریق ما که صاحب زمینیم، به عنوان کسایی که در زمین صاحب اقتدار هستن، اقتدارش از اون طریق اعمال میکنه. به خاطر هم یکی از سوالایی که کردید، خدا از طریق آدمها هم دیگر رو داوری میکنه. خدا دست نمیزنه به آدمها، اجازه میده خودشون به جون هم بیفتن. یکی از دلایلی که مردم به جون هم میفتن داره داوریشون میکنه. این درگیری ها داوری هایی که این به اون میزنه اون به اون میزنه، و ما اسمشو گذاشتیم ظالم و مظلوم، اما در واقع به نوعی داوری های محسوب میشه. خدا از طریق در واقع آدم هایی که رو زمین هستن کار میکنه. پس بعد یه مرد خدایی رو زمین پیدا کنه، یه زن خدایی رو مثل تو رو زمین پیدا بکنه که از طریق تو که روی زمین هستی و مالکیت داری. چرا؟ چون از اجدادت ارث به تو رسیده، از آدم و حوا به تو ارث رسیده، پس حق مالکیت داری، حق داری که در واقع در اینجا حکم بکنی. پس اجازه میدی که روح خدا روی روح تو کار کنه، اجازه میدی روح القدس در تو ساکن باشه، اجازه میدی روح خدا در تو عمل بکنه، اجازه میدی که روح خدا تو رو مسح کنه، و از طریق مسح روح تو روان تو رو کنترل میکنه. و روان تو، چون قلب تو انتخاب توه و تو پر از شفقت، پر از رحمت، پر از نیکویی، پر از محبت، دستشو بالا میکنه برای یه شفایی، دستشو جاری میکنه. آمین. پس دارم پروسه در واقع یه چیزی که اتفاق میخواد بیفته انجام بده. چرا؟ چون که قراره الان این جسم، کاری که روح القدس روی روح من کرد، روح من روی روان من کرد، و روان من به جسم من داره فرمان میده که دست دراز کن، اینو کمک کن، اونو بلند کن، اینو دستگیری کن، اینو تسلی بده، اینو قوت بده. حالا دست من سمبوله، زبان منم گوشته، چشمای منم گوشته، پاهای منم در واقع بدن منه. خب چشمام کجا میره، گوشم چی میشنوه، چی دارم میگم، همه اینا بدن منه. چرا؟ چون که روان من داره بهش میگه این کار رو انجام بده. چرا؟ چون که روان من از روح هم داره میگیره، روح هم داره از روح القدس داره میگیره. آمین. پس روح خدا روح من، چون که من اجازه دادم که از طریق روح القدس، از طریق این مرتبه ها، الان جسم من در اختیار اونه. آمین. میگه روح خدا بر من است و مرا مس کرده. پس روح خدا اومده رو روح عیسی، روح عیسی بر روان عیسی، قلب عیسی پر از رحمته، الان دستهایو داره عمل میکنه. پس میبینید این پروسه داره اتفاق میفته. حالا قرار تو برای یک نفر دیگه خدمت کنی، کسی رو برکت بدی، کسی رو بلند کنی، ایماندار بی ایمان فرقی نمیکنه. خب تو عملا مثل روح القدس داری عمل میکنی. در واقع روحی که در تو داره کار میکنه، از طریق لمس تو به لمس او، دست تو به دست او، دست تو به سر او، دست تو به شونه های او، دست تو به پشت کمر او، وقتی لمسش میکنی، تچش میکنی، این رابطه ای که زمین با زمین داره، آدم با آدم داره، اقتداری که آدم به آدم داره، برکتی که از آدم به آدم میره و لعنتی که از آدم به آدم ممکنه بره، این اصول قانون زمینه. خدا از طریق این قانون الان میگه تو لمس کن جسمی که مثل جسم توه، اجازه دادی من بر جسم تو حاکمیت کنم، الان من میتونم از طریق جسم تو هر روح دیگه رو، هر جسم دیگه رو لمس کنم. حالا منتها برعکس انجام میشه. روح خدا آمده روی تو، روی روح تو، روح تو روی روان تو، روان تو روی جسم تو. حالا میری دست میذاری روی جسم یک نفر، جسمش که شفا پیدا میکنه، روانش حال میکنه، روحش نجات پیدا میکنه. یعنی برعکس میره بالا، حالا از زمین میره به روان، از روان میره به روحش، و شخص ایمان میخواد بیاره و
و مسیح شروع میکنه مردم رو از طریق لمس از جسمشون نجاتشون میده. مردم برای چی میامدن اونجا؟ چون که جسمشون لمس میشد، روحشون لمس میشد. جسمش که لمس میشد، روانش باز میشد، فکر و احساس ارادهش تصمیم میگرفت که خداوند روح ما رو در بر بگیر و نجات از طریق این انجام میشد. به همین دلیل مردم جسمانی بودن، مردم حواس پنجگانه بودن، ولی تو حواس شیشگانه هستی، یا بهتر بگیم حواس شیشگانه نم، یه شخصی هستی که ورای حواس پنجگانه داری میگیری، سوپرنچنال هستی، سوپر طبیعی هستی. طبیعی پنج تاست، سوپر یعنی بالا، بالای پنج تا. ایمان بالای پنج تا عمل میکنه، آمین. پس تو داری سوپرنچنال عمل میکنی. چرا؟ چون روح خدا ورای حواس پنجگانه یه جسم تو داره کار میکنه. تو اجازه دادی جسم تو رو مس کنه، لمس کنه، ولی از همین لمس پنجگانه تو شروع میکنی در اون یه بعد شیشم باز میکنی و اونم بعد ایمانه. مردم ایمان میارن. به همین دلیل کلام خدا میگه با آیات و معجزات رو جسمشون چه اتفاقی میفته؟ کلام خدا ثابت میشه که عیسی کیه، مردم نجات پیدا میکنن. پس باید بری سراغ جسم آدم ها. مردم درمانده جسمشون در واقع درمانده است. پس به همین دلیل در واقع ما تو کتاب مقدس میبینیم که لمس کردن یا تچ کردن قدرت خیلی مهمی داره. چون تمام آنچه که از روح تو دریافت شده جاری میشه. شما تصور کنین میگه زنی رفت ردای عیسی رو گرفت. خب ردای عیسی قسمتی از بدن عیسی محسوب میشد، چون بدن عیسی رو میپوشند. خب ردای عیسی بود، جزء بدنش محسوب میشد. وقتی در واقع ردای او داره میگیره، به نوعی انگار داره دست به پای او میزنه، انگار دست به دستش داره میزنه، انگار دستش گرفته رو میبوسه. خب داره لمسش میکنه، عیسی رو به نوعی داره لمس میکنه. یا چی عیسی چی میگه؟ میگه یه قدرتی از من رفت بیرون. من نمیدونم شما این تجربه رو کردید یا نکردید، به نام مسیح که تجربه کنید. بارها این تجربه رو کردم که قوتی میره بیرون ازت وقتی داری برای کسی دعا میکنی. یا یه نفر بوده، بارها شده داشتم یه نفر حرف می‌زدم، یه نفر اومد دست منو گرفت، ذکرداش رو سرش هم خودش نشست رو زمین. یاد به خودم اومدم، دیدم واقعا یه چی داره از من میره بیرون. بعد بلند شد با شکرگزاری، اصلا نگفت چی میخواد چه کار بکنه، فقط با همون ایمان که زیر اقتدار این شخصم من برم دست بدارم خوب میشه، اصلا به سوال و جوابم نرسید. این تجربه امروزی هم هست، فقط مال عیسی نبود. و عیسی میگه از من یه چی رفت بیرون. پس لمس کردن، چه تو بری لمس کنی چه کسی بخواد لمس کنه، قدرت زیادی داره. و توی این لمس کردن خیلی چیزای دیگه هم هست، خب، که میتونه نگاتیو هم باشه، که ممکنه اگه شخصی رو نشناسیم که در واقع کیه، هر قدرت تاریکی هم میتونه از اون جاری بشه. و ولی بوده تجربه افرادی که میگه حالم قبل از اینکه برم دعا کنه حالم خیلی بهتر بود، از اون روز دیگه کابوس میبینم. من هیچ وقت کابوس نمیدیدم، من برای چی دیگه اومده بودم ولی الان کابوس میبینم. خب حالا اینجاست که در واقع تچ کردم و لمس کردم و کی زیر دست کی در واقع این لمس رو انجام میده خیلی مهمه. اما برگردیم به کتاب ارمیا. باز تجربه تچ و لمس باز بگم، این درباره گناه‌های جنسی هم هست. وقتی دو تا بدن در گناه همدیگر لمس میکنن، روحاشون به هم منتقل پیدا میکنن. دیو اون زن در مرد میره، دیوای اون مرد در اون زن میره. اما اگر بد با زن خودش باشه، زنش دیو زده نمیشه، چون که شوهر دیو داره الان، با یکی دیگه رفته دیو داره، ولی زن بیچاره الان دیو دوچارش نمیشه. یا برعکس شوهر اون زنه بره، اون دیو زده نمیشه. ولی کسی که در گناه در واقع با هم رابطه میکنه، دوتاشون دیوهای مشترک میگیرن. اینو باز خواستم در حال راجبش اشاره کنم، چون که توی مشورت ها و توی مشاوره هایی که در واقع ممکن آدم با افرادی که زندگی های این چنینی دارن و زندگی های این دارن، اولین سوالی که بعضی موقع ممکنه بکنی اینه که اوکی توی رابطه درست هستی یا نیستی. چرا؟ چون که تچ لمس انجام میشه، لمس روح رو جابجا میکنه، یا روح آرامی یا روح در واقع نارامی رو.
به همین دلیل پولس داره میگه که میگه بدن خودتون رو فلان نکنید، چرا که در واقع معبد روح القدس و هر بلایی ممکنه سرش بیاد. خب تاج معمولی اگر واقعا خب شخص خودش درهای باز نداشته باشه، یا اوکی کمی کمی ممکنه فقط جنگ روحانی براش به وجود بیاره، شاید در او اقتداری نداشته باشه. خب ولی اگر در باز داشته باشه و خود شخص هم نیست، که اکثرا هم افراد در باز دارن میرن برای دعا دیگه، میخوان براشون دعا بشه دیگه، کمتر میشه یعنی مثلا برای یه چیزه بیشتر از اینا بفرمایید برام دعا کن، میخوام چشمام دنیای روحانی رو. معمولا صرف دعاها رو نگاه بکنی دیگه لیستاش مشخصه، معمولا استثناء هم هستا ولی معمولا لیستا مشخصه برای چی دارن میان. خب پس میگن گاه خداوند دست خود را دراز کرد، دهان مرا لمس کرد. باشه که گوش ما، چشم ما، قلب ما، دست ما، پاهای ما و تمام قسمت‌های ما را لمس کنه. اما به طور خاص این برای هر دعوتیه. دعوت چیه؟ همونو باید لمس کنه. ای قرار دست خدا باشی؟ یا زبان خدا؟ یا چشم خدا؟ یا پاهای خدا؟ یا دست خدا؟ آمین که همه وجودمون برای خدا باید باشه. و اما اینجا به طور خاص راجع به دعوته. خواندگی چیه؟ اسم اون عطا چیه؟ اونجا باید مس بشه و لمس بشه. شخصی میگفت زمانی دعا میکردم خدایا از من برای شفا استفاده کن. میگه مدتی دعا میکردم، یه بار یه رویایی دیدم. تو رویا مسیح دستمو گرفت، گفت از این بعد دستت که دراز کنی شفا میاد. میگه بعد از اون تجربه اولین بار که کسی رو دیدم براش دعا کنم، میگه همین که اومدم براش دعا کنم دوباره مسیح رو دیدم که دستمو گرفته. میگه درقش در بود رو خشنگ میدیدم، گفت بکن. میگه هر وقت که مسیح بود من دعا میکردم شفا میومد، ولی هر وقت دعا میکردم و مسیح نبود اتفاقی نمیافتاد. بعد به خودم گفتم خدایا آیا من مشکلی دارم؟ بعضی موقع میای بعضی موقع نمیای. میگه تا اینکه توی تجربه دیدم برای یکی دعا کردم دستمو گره، برای بعدی دعا کردم دستمو نگرفت، برای بعدی دعا کردم دستمو گره، برای بعدی دوباره دستمو گره، برای بعدی نگرفت. و دیدم نه هستش، انگار ارادهش چیزی دیگه است. و اینجا بود که میگفت برای من اینکه هر وقت عیسی رو در حالا برای اون شخص این تجربه بود، برای هر کسی یه جوری ممکنه باشه، که دست من وقتی منو میگرفت میگه اون قدرتی که از اون میومد در من این قدرت جاری میشد، ولی در نهایت قدرتی هم که بر عیسی از روح خداست، چون خودش هم میگه روح خدا بر من است و مرا مست کرده، پس باز روح خداست که ما را مست میکنه و کاری را انجام میده. ولی در هر صورت این مست کردن، خدا دهان مرا لمس کرد و به من گفت. ما دعوت هامون به دو قسمت انجام میشه. من از کجا بدونم که در واقع دعوت من چیه؟ یه جایی هست که من خودم رو در اختیار خدا میذارم، میگم خداوند من نمیدونم، من یه ظرفی هستم، برای هر قسمتی میخواید استفادهش کنید. مثل یه نفر میاد یه هدیه میده، میگه برادر این هدیه تو این پاکت برای هر جا میخواید استفادهش کنید. یه زمانی هست که نه، خدا مشخص میکنه که ما برای چی، چون کلام خدا میگه، میگه ظرفهای بسیار در یک خانه هست، ظرف عزت، ظرف ذلت. ظرفای ذلت معمولا ظرفایی که جلو دست بودن، دیدی ملامین بود و بچه ها میزدن میشکستن و یه سری چین برها چیزایی میذاشتن دم دستی، اما مهمون که میومد ظرف خوشکلا رو میآوردن بیرون. خب اونایی که به حال سالی یه بار استفاده میشه، چون اگه بود اونها میشدن ظرف ذلت، خوردش میکردن و لبش میپرید. داره میگه که حالا ما بیایم، خب یه جایی هست که ما کاربردهای عمومی داریم، شما بارها شدید تو کاسه، خب به جای اینکه سوپ بخوری ممکنه هر چی بخوری، خودتی دیگه، یا با دیگ میاری میذاری یه چی میخوری، حوصله نداری یه کاری انجام بدیم دیگه، تعارف نداریم، هر چیزی ممکنه توی خونه اتفاق بیفته. یه جایی هست نه، شخص ظرفش مشخصه برای چیه. خدا میگه بیا ظرف عزت باشید، ظرفی که مشخص باشه، از اینکه همینطوری برای خودت بچرخی و بپلکی
آزاد بشو، مشخص باشه، خدا دعوتتو مشخص بکنه. اولش با من یه نوع ایمان شاید ندونی چیه، اما بعد از ایامی من باید بدونم دعوتم یا دعوتهای من چیه. آمین. پس در هر دو صورت امکان پذیره، یه جایی من خودم رو در اختیار کامل خدا میذارم، ولی در نهایت خدا مشخص میکنه. اینجاست که در واقع الان درباره ارمیا اینو داره میگه. میگه به من گفت، جالبه، میگه دهانشو لمس کرد و خدا بهش گفت. طبق قانون روانشناسی و پزشکی میگن هر شخص کری لال میشه، تمام اشخاص کر لال میشن. به خاطر همین ما همیشه میگیم کر و لال. حالا اگر شخصی میشتبه ولی لاله، یه مشکلی دیگه ممکنه وجود داشته باشه، و هیچ لالی نیست که کر نباشه. اگر ما میخوایم زبان خدا باشیم باید خوب بشنویم، وگرنه لال میشیم، نمیتونیم به زبان خدا باشیم. به همین دلیل بارها میبینیم کتاب مقدس صحبت هست بشنوید، 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 اما بعدش میگه بگویید، بگویید، بگویید و بگویید. چون گوشی که میشنوه میتونه سخن بگه، وگرنه کر و لال میشیم. چیزی که خیلی از مسیحی ها نمیشنون، به همین دلیل هم نمیدونن چی بگن، تو خیلی امور لالن، تو اقتدار لالن، تو حکم کردن لالن، لالمونی میگیرن. بعضی مواقع افراد نگاه میکنی میشنن ساعتها راجبه یه چیزی حرف میزنن، اما بگو مثلا بیاد به صدای بلند دهانتو باز کن درباره خدا و جلال خدا دعا کن، لال میشه. درسته؟ چون که جنس گوشمون موافق جنس زبانمونه. چی میشنویم راجبه همونم میگیم. چرا؟ چون که حرفی برای گفتن داریم با دیگران، اما با خدا چی حرفی برای گفت و شنود داریم؟ اینجاست که در واقع ما باید هوشیار باشیم به عنوان مسیحیان. اگر میخوام زبان خدا باشم، قبل از زبان خدا باید گوش خدا باشم. اینجاست که برمیگرده به همون دعوت پارایی که در واقع ما کنار هستیم. خدا قبل از اینکه کاری از ما بخواد انجام بدیم، میخواد حتی سخن گفتن باشه، میخواد اول از همه با ما حرف بزنه، ما رو توجیه کنه، ما رو راهنمایی کنه، ما رو در واقع مس کنه، تدهین کنه و بعد از ما استفاده کنه. آمین. حالا زبان سمبوله، میخواد دست باشه، زبان باشه، پا باشه، حضور باشه، هر چی میخواد باشه.